جابجایی داره. توی جابجایی چه سوالایی از من میپرسی؟ چه سوالی میپرسی؟ کجا بودی؟ کجا میری؟ میگم کجا بودی؟ کجا میری؟ خوب نگاه کن. من میخوام برم سرعت متوسط به دست بیارم. قبلش باید دلتا ایکس به دست بیارم. دلتا ایکس یعنی کجا بودی؟ میشه ایکس یکت. کجا میری؟ میشه ایکس دوت. خوب دقت کن بچه ها. به من شما سوال میپرسین، من میگیم اگه جا به جایی نمیخواستی حساب کنی؟ جا به جایی یعنی کجا بودی؟ کجا میری؟ کجا بودی حالا؟ میگم یادم نمیاد من کجا بودم، ولی یادمه زمانی که داشتم حرکت میکردم در زمان یک ثانیه بودم. تی یکم میگم تی یک برابر است با یک ثانیه. میگه خب باشه، حالا که یادت نیست کجا بودی، یادت هست کجا رفتی که؟ میگم باز یادم نمیاد، ولی یادم زمانی که به مقصدم رسیدم در زمان دو ثانیه بوده. این هم تی دو. خوب دقت کن به من میگی خب زمان خالی که به درد من نمیخوره، تو معادله حرکتت هم داری؟ معادله مکان زمانت هم داری؟ میگم آره معادله دارم. میگه خب باشه بیا زمانامونو بذاریم تو معادلت، بیا به یه دونه x1 بهم بده به خاطر t1، یه بار x2 بهم بده به خاطر t2. میگم باشه بریم استفاده کنیم ازش. میگم بیا یه x1 بذار. بچه ها یک میذارم، تی یکم و یک میذارم. یک به توان دو برسه یک، منهای تی میشه یک به اضافه یک، اینجا که میشه صفر. مکان اولی هم به دست اومد یک متر. بریم سراغ مکان ثانویه ایکس دو. به من میگی زمان دومتو بذار، مکان دومتو بگیر. میگم دو به توان دو برسه میشه چهار، منهای دو به اضافه یک. میگم چهار منهای دو بشه میشه مثبت دو به اضافه یک میشه سه متر. من مکان ثانویه‌ام هم به دست آوردم سه متر. مکان ثانویه‌ام هم به دست سه ثانیه بعد میذاشیم دو گذاشتیم، حواسمون نبود سه بعد بذاریم، عوضش کرده بودم. خب میگم سه بذارم، سه به توان دو برسه میشه نو، منهای 3 به اضافه 1، 9 منهای 3 میشه 6 به اضافه 1 میشه 7 متر. خب بچه من میدونم سرعت متوسط از رابطه دلتای x به دلتای t به دست میاد. دلتا x یعنی x2 منهای x1 یعنی 7 منهای 1، دلتای t یعنی 3 منهای 1، t2 منهای t1، 7 منهای 1 که میشه 6، 3 منهای 1 که میشه 2. سرعت متوسط به دست میاد 3 متر بر ثانیه. سرعت متوسط به دست آوردم 3 متر بر ثانیه. سوال بچه ها، هر یک سوالی که مشکل داشته باشی تا 200 بار میتونم به توضیح بدم. یعنی هر جای سوال مشکل داری به من میگی، من تا 200 بارم مشکل داشته باشی مشکل تو اینجا حل میکنم. دغدغه مشکل سوال هر جاش گیر داشتی بهم میگی. یه بار 10 بار دیگه میگیم زهرا. خوب دقت کن، میگه معادله مکان زمان متحرکی روی خط راست به صورت x برابر است با t2 منهای t به اضافه 1. t2 منهای t به اضافه 1 معادله. خوب نگاه کن، گفته بین دو خط یک ثانیه و سه ثانیه، یک ثانیت میشه تی یکت، سه ثانیت میشه تی دوت. خوب نگاه کن سرعت متوسط چقدره. سرعت متوسط یعنی جابجایی عزیز من. جابجایی یعنی کجا بودی کجا میری. کجا بودم و یادم نمیاد، ولی یادم زمانی که داشتم حرکت میکردم توی لحظه یک ثانیه بوده. میگم تو لحظه یک ثانیه میام به جای تیا یک میذارم، مکان اولیه میگیرم ازش، به جاش یک میذارم. یک به توان دو برسه میشه یک، منهای یک به اضافه یک میشه یک متر. این میشه مکان اولیه. میریم سراغ کجا میری کجا رسیدی. میگم یادم نمیاد کجا رسیدم، یادم تو لحظه سه ثانیه رسیدم. تو لحظه سه ثانیه یعنی تی دوم سه، به جای 3 میذارم 3 به توان 2 9، منهای 3 6 به اضافه 1 7. مکان دومت هم به دست میاد 7 متر. حالا
ازت مگه جا به جا ازت مگه سرعت متوسط نخواسته بود؟ سرعت متوسط میشه دلتا ایکس به دلتا تی، دلتا ایکس میشه ایکس دو منهای ایکس یک، دلتا تی میشه تی دو منهای تی یک. ایکس دوت هفته، ایکس یکت یک، هفته منهای یک میشه شیش، تی دوت سه منهای یک میشه دو ثانیه، شیش دوم یا سه متر بر ثانیه. زهرا جا افتاد؟ زهرا مطمئن؟ خیال راحت؟ خدا رو شکر. خب حواسا پیش من، بریم یه ذره سوالمون رو سخت‌تر کنیم. میگه معادله مکان زمان متحرکی به صورت 5 تی 2 منهای 2 سرعت متوسط متحرک در ثانیه دوم حرکت چقدره؟ خب من ثانیه دوم نمیشناسم الان. بریم مدل من تقسیم بندی زمان یاد بگیری. خوب نگاه کن، خوب دقت کن، خوب دقت کن بچه. میگم ثانیه اول حرکت هم میشه 0 تا 1 ثانیه، پس به 0 تا 1 ثانیه میگیم ثانیه اول حرکت، به 1 تا 2 ثانیه میگیم ثانیه دوم حرکت، به 2 تا 3 ثانیه میگیم ثانیه سوم حرکت. بچه ها حالا به من بگید، شما به من بگید، من یه دو سه تا بگم اول. به 4 تا 5 ثانیه میگم ثانیه پنجم، به 7 تا 8 ثانیه میگم ثانیه هشتم حرکت، حالا به 10 تا 11 ثانیه میگم ثانیه چندم حرکت؟ ثانیه 11 حرکت، ثانیه 11 حرکت. مرسی، دمت گرم، باریکالله باریکالله. نوابق عزیز دقت کنید، دقت کنید، من الان اگر بگم 19 تا 20 ثانیه یعنی راجب ثانیه چندم حرکت حرف زدم با تو؟ ثانیه 20م حرکت، باریکالله باریکالله. ولی همیشه اینطوری نیست که بیاد این شکلی بهت بگه، ممکنه یه ذره سخت‌تر کنه، ولی واسه تو هیچ چیزی سخت نیست. بچه به بازه زمانی 0 تا 2 ثانیه میگیم 2 ثانیه اول حرکت، به 2 تا 4 میگیم 2 ثانیه دوم حرکت. حالا به من میشه بگی به 4 تا 6 ثانیه میگیم چند ثانیه چندم حرکت؟ 2 ثانیه سوم حرکت، 2 ثانیه سوم حرکت، باریکلا. بچه ها حالا میگیم به 0 تا 3 ثانیه میگیم 3 ثانیه اول حرکت، به 3 تا 6 ثانیه مثلا میگیم 2 ثانیه دوم، 3 ثانیه دوم حرکت، 3 ثانیه دوم حرکت. بچه ها ولی همیشه اینطوری نیست که به شما نمودار بده، شما خیلی راحت برین از روی این نمودار به دست بیارین. بقیه بچه ها ممکنه تو تقسیم بندی زمان بمونن یکم اگر سختش کنن، تو دیگه مشکلی نداری که، تو فرق داری که. خوب دقت کن، دو ثانیه دوم، 3 ثانیه پنجم، 4 ثانیه سوم، 5 ثانیه دهم، 6 ثانیه چهارم، و یه دونه دیگه هم بگیم مثلا 10 ثانیه 20م. یه چی بهت بگم دیگه، سخت‌تر از این چی می‌خوایم تقسیم بندی زمان کنیم؟ سخت‌تر از این که تقسیم بندی زمان ندارم که. خوب دقت کن،
عزیزم خوب دقت کنه. بچه‌ها می‌خوایم بریم تقسیم بندی کنیم. یادت باشه توی تقسیم بندی‌های زمانت این دوتا عددی که داری تو هم ضرب کن. عدد اولو بهت میده. دو دو تا چهار تا. عددی که به دست اومد و منهای عدد اولیه کن. دو تا چهار ثانیه. پس میگم دو ثانیه دوم هم میشه دو تا چهار ثانیه. دو تا چهار ثانیه. میگم بریم بعدی. سه پنج تا. 15 تا. منهای عدد اول. 15 منهای 3 میشه 12 تا 15 ثانیه. میگم 4 ثانیه سوم. 4 سه تا 12 تا. 12 منهای اولی. 12 منهای 4 8 تا 12 ثانیه. 15 تا 50 تا. 50 منهای عدد اولیت. 50 منهای 5 میگم 45 تا 50 ثانیه. نگاه کن به من بگو 6 ثانیه چهارم یعنی چی؟ بگو 6 ثانیه چهارم یعنی چی؟ 6 چهار تا جواب جواب بودو ببینم همه جواب بدین. باریکلا باریکلا. میگم 6 چهار تا که میشه 24 تا. 24 منهای عدد اول. 24 منهای 6 کنم میشه 18 تا 24 ثانیه. بچه ها به من بگید 10 ثانیه 20 هم یعنی چی؟ 10 ثانیه 20 هم یعنی چی؟ میگم 10 ضرب در 20 میشه 200 تا. 200 و منهای 10 میکنم میشه 190 تا 200 ثانیه. دیگه از این چیزی سخت‌تر بهم نمیدن. حالا همینطوری 3 ثانیه 6 هم. سه ثانیه شیشم. سه شیشتا هیجده تا. هیجده منهای عدد اول سه میشه 15 تا 18 ثانیه. باریکلا. بچه هم مثلا بهم گفته 6 ثانیه هفتم. میگم 6 هفتا 42 تا. 42 منهای 6. فرقی دیگه برام نمی کنه. فرقی دیگه برام نمی کنه. بچه ها هر بازه زمانی بده شما بلدین الان. هر بازه زمانی بده شما الان بلدین به دست بیارین. نگاه کن ببینم میگه معادله مکان زمان متحرکی در SI به صورت 5T2 منهای 2 سرعت متوسط در ثانیه دوم. ثانیه دوم معنا بشه. ثانیه دوم معنا بشه. بدو ببینم. بدو بدو بدو. ثانیه دوم معنا کنید ببینم. همتون. باریکلا. باریکلا. هلیا نگاه کن. میگم ثانیه دوم حرکتم. ثانیه اولم میشه 0 تا 1 ثانیه. ثانیه دومم میشه 1 تا 2 ثانیه. پس میگم ثانیه دومم میشه 1 تا 2 ثانیه. بچه ها از من خواسته برم چی به دست بیارم؟ سرعت متوسط. سرعت متوسط بخواد احتیاج به چی داره؟ احتیاج به چی دارم؟ بگو 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 بگو. بودو 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 بودو. جا به جایی باری کلا. دلتا ایکس میخواد. بچه ها دلتا ایکس میخواد یعنی احتیاج به چی دارم؟ دو تا سوال. کجا بودی؟ کجا میری؟ میگم من یادم نمیاد کجا بودم. میگم من یادم نمیاد کجا بودم. ولی یادمه زمانی که حرکت میکردم توی زمان یک ثانیه بودم. یادم نمیاد کجا میرفتم به کجا رسیدم. ولی یادمه زمانی که به مقصدم رسیدم توی لحظه دو ثانیه بودم. توی لحظه دو ثانیه بودم. خب دقت کن ببین به چی میگم. بریم جایگذاری کنیم. میگم یک میذارم. ایکس یکم از اینجا به دست میاد. پنج یکی یک به توان دو برسه میشه یکی. پنج یکی پنج تا. پنج منهای دو ایکس یکت به دست میاد 3 متر. بریم ایکس 2 بنویسیم. معادلن 5T2 منهای 2. 2 میذارم. 2 به توان 2 4. 5 ضرب در 4 20. 20 منهای 2 18. میگم ایکس 2 به دست میاد 18. من ازش دلتا ایکس میخوام. دلتا ایکس میشه 18. ایکس 2 منهای ایکس 1 18 منهای 3 یا 15 متر. من جا به جایی به دست آوردم. ولی سوال بهم گفته بود برو سرعت متوسط به دست بیار. من جا به جایی دارم دیگه. سرعت متوسط سخت نیست که. میگم دلتای ایکس به دلتای تی. دلتای ایکس هم 15. دلتای تیم چقدره؟ زمانم
دو منهای یک از اینجا به دست میاد، سرعت متوسط 15 متر بر ثانیه. بچه ها مشکلی نیست؟ جا افتاد؟ بریم سوالو سخت‌ترش کنیم، بریم یه ذره سوالو سخت‌ترش کنیم ببینیم سوال به اون چی میگه. بهم گفته معادله حرکت متحرکی به صورت 25 صدم به اضافه سینوس پی تیه. قبل از اینکه این سوال رو حل کنم برات، من یه موضوعی رو بهت بگم، به نظرم احتیاجه و اولش یادم رفت بهتون بگم. من سعی میکنم به شدت به دانش آموزم، به رفیقم که تو باشی، متعهد باشم. تعهد من میشه اعتبار من، هویت من. هویت من یعنی تویی که داری به من گوش میدی، یعنی اینکه انقدر ارزش قائلی که این ساعت شب بشینی و به من گوش بدی. این میشه هویت، این میشه اعتبار و آبروی من. خوب دقت کن به موضوعی که میخوام بهت بگم. من سال گذشته امتحان نهایی پارسال بچه‌ها، شب امتحانشون تا ساعت 5:30 صبح رفع اشکال میکردم برای بچه ها. تا ساعت 6 صبح پا به پای بچه ها رفع اشکال میکردم، باهاشون پا به پام تا نتیجه بگیرن. با شما قرار پا به پا قدم بردارم تا نتیجه بگیرم، تا نتیجه بگیری. بچه ها، من از دل این کلاس، از دل این کلاس قطعا بیشتر از 70% تعداد بچه هایی که توی این کلاسن و تعدادشون جلسه آینده قطعاً دو برابر این خواهد شد، قطعاً دو برابر این خواهد شد، ما نتیجه های ایدئال و مطلوب خواهیم داشت، شک نکنید. بچه ها، جزوه من بر اساسی نوشته شده که تو نه نگران کنکورت باشی، نه نگران امتحان نهاییت باشی. یعنی چی؟ یعنی بعد از هر مطلب 4 سوال حل میشه برای امتحان نهاییت. بعد از سوالاتی که حل میشه میره سراغ تستای کنکور، میره سراغ تست زدن. پس اصلا تحت هیچ شرایطی نگران امتحان نهاییت هم نباش. سوالی که برای بچه‌ها پیش میاد، استاد دارین به ما تستی کار میکنید، با ما امتحان نهاییمون رو چیکار کنیم؟ میگم امتحان نهاییت تماماً به عهده من. تمام امتحان نهاییت به عهده من. توی کانالمون که برید اینا رو بهتون میگم، به عنوان اینکه بیشتر با من آشنا بشین. توی کانالمون که برین تحلیل امتحان نهایی پارسال گذاشتم و جزوه شب امتحانی که به بچه‌ها دادم. امتحان سال گذشته 16 نمره اجباری بود و 8 نمره اختیاری داده بودن که یه 4 نمره میتونستی انتخاب کنی، 2 تا 4 نمره بود که میتونستی انتخاب کنی. مجموعاً میشد 24 نمره. از 24 نمره 22.5 نمره پیش بینی شد و 17 نمره امتحان نهایی حتی اعدادش تغییرات ناچیز، تغییرات کوچیک، حتی متن سوال تغییر نکرده بود. با من پیش بری به یه همچین جایی خواهم رسوندت و میتونی بری اینو چک کنی. حتما امشب کلاسمون که تموم شد برو داخل کانالمون اینا رو چک کن، بهت گفتم اون چک کن. بریم سراغ حل این سوال. میگه معادله حرکت متحرکی به صورت 25 صدم به اضافه سینوس پی تی. سرعت متوسطش در 5 ثانیه اول حرکت رو برین پیدا کنید. بچه ها 5 ثانیه اول حرکت رو واسه من معنی کنید. سریع بودو 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 بودو. 5 ثانیه اول. خب یه اشتباه بزرگی که بچه ها میکنن همینجا همینه. 5 ثانیه اول میشه 5 1 5 تا. 5 منهای 5 میشه 0 تا 5 ثانیه. 0 تا 5 ثانیه. 5 ثانیه اول 5 1 5 تا. 5 منهای عدد اولی 5 منهای 5 میشه 0 تا 5 ثانیه. 0 تا 5 ثانیه. ساناز، فاطمه متوجه شدین؟ زهرا متوجه شدین بچه‌ها؟ خیالم راحت؟ خب بریم سوال رو ادامه بدیم. بریم با هم سوال رو ادامه بدیم ببینیم چی میشه. بریم بچه‌ها، به من میگید از همون چی خواسته؟ سرعت متوسط.
سرعت متوسط یعنی چی؟ احتیاج به چی دارم؟ جابجایی. برای جابجایی دو تا سوال میپرسی. میگی کجا بودی؟ میگم من نمیدونم، ولی یادم زمانی که حرکت کردم تو لحظه صفر بودم. به من میگی کجا رسیدی؟ میگم نمیدونم، ولی زمانی که رسیدم تو لحظه 5 ثانیه بودم. میگم حالا بیایم مکان بذاریم، مکانشو به دست بریم، زمان بذاریم تو معادله. بچه من اگر به جای این صفر بذارم میشه سینوس پی ضرب در صفر میشه صفر. سینوس صفر رو ازت میخواد. تو میدونی سینوس صفر برابر با صفره، پس x یکت به دست میاد 25 صدم متر. من x یک رو به دست آوردم 25 صدم متر. یه نکته بهت بگم بچه ها، توی مثلثات یادتون باشه تمامی مضارب صحیح یا زوج یا فرد سینوس. نگاه کن، تمامی مضارب صحیح، مضارب صحیح یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 فرق نمی کنه، چه زوج باشه چه فرد باشه، برای سینوس بخواد بری بررسی کنی سینوس تمام مضارب مضرب پی، مضرب صحیح، مضرب پی برابر با صفره. حالا نگاه کن، من میام اینجا از این x2 به دست میارم، میخوام برم x2 به دست بیارم، x2 میشه 5 ثانیه، 5 میذارم، میگم سینوس 5 پی تی، به جای تی گوشم 5 میشه سینوس 5 پی، میگم 25 صدومه به اضافه سینوس 5 پی، سینوس 5 پی خودش صفره، پس اینجا هم x2 به دست میاد چقدر؟ 25 صدم. باز x2 به دست اومد 25 صدم. خب حالا نگاه کن، میام میگم سرعت متوسطم میشه دلتای xم به دلتای t، دلتای xم یعنی x2 منهای x1 یعنی 25 صدم منهای 25 صدم و t2 منهای t1 5 منهای 0. زمان تحت هیچ شرایطی منفی نمی شود، یادت باشه زمانت اگر یه وقت منفی شد یعنی سوالتو غلط حل کردی. بالا که میشه 0، 0 به روی هر عددی 0. جواب گزینه 1. دو ثانیه اول توی سوال قبلیمون بریم ما هم بررسی کنیم، گفته در ثانیه دوم، نگفته در دو ثانیه اول. عزیزم ساناز جان گفته در ثانیه دوم حرکت، ثانیه دوم حرکت میشه 1 تا 2، ولی اگر بهت میگفت دو ثانیه اول میگفتی 2 منهای 0 میشد 0 تا 2 ثانیه. متوجه شدی ساناز؟ بریم سراغ حل یه سوال دیگه. میگه معادله حرکت جسمی به صورت 1/5 t2 به اضافه t به اضافه 2. میگه سرعت متوسط آن در 5 ثانیه اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟ یه دقیقه بدو حلش کن، یه کاغذ جلوت باشه، یه دقیقه بدو برو سراغ حلش. بقیه به جواب رسیدین یا نرسیدین؟
بریم حلش کنیم، بریم حلش کنیم. دمتون گرم. به من گفته معادله حرکتم 1/5 T2 به اضافه 2 T به اضافه 2 گفته سرعت متوسط، سرعت متوسط احتیاج به دلتا ایکس داره. 5 ثانیه اول یعنی 0 تا 5 ثانیه گفته چند متر بر ثانیه است؟ بچه‌ها من احتیاج دارم به مکان اولیه و مکان ثانویه. ازم میپرسی کجا بودی کجا میری؟ میگم یادم نمیاد کجا بودم، ولی لحظه‌ای که حرکت کردم در لحظه 0 ثانیه بود. من میام از دل این x1 به دست میارم، به جاش میذارم 0، این میشه 0 به اضافه 0 به اضافه 2، x1 هم به دست میاد 2 متر. میام تو حالت بعدی، به جای t2 میذارم 5، میگم 1/5 ضرب در 5 به توان 2. بچه اینو بنویسیم، میگم x2 میشه 1/5 ضرب در 5 به توان 2 به اضافه 5 به اضافه 2. میگم 1/5 ضرب در 25 به اضافه 10. این که با این ساده میشه، میشه 5 تا 5 به اضافه 10 به دست میاد 15 متر. حالا ازم سرعت متوسط خواسته، میگم سرعت متوسطم برابر است با دلتای ایکس هم به دلتای تی. دلتای ایکس هم یعنی ایکس دو منهای ایکس یک، 15 منهای 2، میگم 15 منهای 2 بروی دلتای تی 5 منهای 0، 15 منهای 2، 15 منهای 2 کنیم، 15 منهای 2 کنیم، این هفته. خب محاسباتمون اشتباه شد، 5 به اضافه 2 هفته، من فکرم ضرب به اضافه 7، 5 به اضافه 7 میشه 12. میگم 12 منهای 2 میشه 10 به روی 5 یا 2 متر بر ثانیه. 2 متر بر ثانیه جواب گزینه 1. جواب گزینه 1. بچه اوکیه؟ دمتون گرم، دمتون گرم. باریکلا. باریکلا. بچه این تست تا هفته آینده روش فکر میشه. این تست تا هفته آینده روش فکر میکنید. هفته دیگه اولین کاری که میکنیم این تست رو با هم حل میکنیم. تست بسیار مهمه، فقط روش فکر کنید. حل کردن ازتون نمیخوام، فقط میخوام روش فکر کنید. اگر به جواب رسیدین که دمتون گرم، اگرم به جواب نرسیدین باز مشکلی نداره. معادلمون هم چک کنیم، آب اضافه بی تی به توان 3 در بازه زمانی 0 تا 3 ثانیه در بازه زمانی 0 تا 3 ثانیه برابر با 18 متر بر ثانیه است و متحرک در لحظه تی برابر است با 2 ثانیه برابر 24. آبی کدامه؟ بچه ها میخوام به جواب آخر برسیم. دمتون گرم. این تا هفته آینده من منتظر حل این سوال هستم ازتون. شما تواناییشو دارین. خب بریم سوال بعدیشو حل کنیم. بریم سوال بعدیشو حل کنیم. یه لول سختش کردیم. سراسری 96 بچهای تجربی، سراسری 96 بچهای تجربی مونه. میگه معادله مکان زمان متحرکی به صورت T2 به اضافه 2T به اضافه 2. T2 به اضافه 2T به اضافه 2. سرعت متوسط 2 ثانیه اول. بچه ها معنی کنید 2 ثانیه اول و 2 ثانیه اول معنا بشه. 2 ثانیه اول. ساناز معنی کن برامون ساناز. باریکالله. حالا جا افتاده دیگه قشنگ. میگم 2 یکی که میشه 2 تا منهای 2 0 تا 2 ثانیه. چند برابر سرعت 3 ثانیه اول رو معنی کنید. 3 ثانیه اول 0 تا 3 ثانیه. بچه ها بهتون یاد دادم کلمه چند برابر اومد یعنی چی کار کنم؟ باریکالله تقسیم کنم. ببین چی ازت خواسته؟ بچه ها اینو ازت خواسته، سرعت متوسط بازه زمانی 0 تا 2 ثانیه چند برابر، خط کسری میشه چند برابر، سرعت متوسط بازه زمانی 0 تا 3 ثانیه برابر است با. اینو ازت خواسته. من باید برم یه بار
واسه خودم سرعت متوسط بازه زمانی 0 تا 2 ثانیه به دست بیارم، یه بار بیام سرعت متوسط بازه زمانی 0 تا 3 ثانیه به دست بیارم. بازه زمانی 0 تا 2 ثانیه میخوام سرعت متوسط به دست بیارم. اول بیایم اینجا. بچه ها شما میدونید سرعت متوسط احتیاج به چی داره؟ احتیاج به چی داره؟ خسته نشو ببینم جبه یعنی چی؟ جا به جایی بگو ببینم. خسته نشو زهرا بگو ببینم احتیاج به چی داریم برای سرعت متوسط؟ باری که الله دمت گم جا به جایی. خسته نشی ها، میگم سرعت متوسط احتیاج به دلتای ایکس داره. دلتا ایکس یعنی چی؟ یعنی جا به جایی. کجا بودی؟ کجا میری؟ کجا بودم؟ یادم نمیاد. کجا میرم؟ یادم نمیاد. زمان که دارم میتونم برم از زمان استفاده کنم دیگه، معادله هم دارم. میگم زمان اولم تی یکم صفر بوده، تی دوم دو بوده، میرم به جاش تی یک میذارم، یه بار مکان اولیه به دست میارم، یه بار تی دو میذارم مکان ثانویه به دست میارم. تی یکم بوده صفر و تی دوم بوده دو. خوب نگاه کن، میگم تی یکم صفر بوده، صفر به توان دو میشه صفر، به اضافه دو ضرب در صفر صفر، به اضافه دو ایکس یکم به دست میاد دو متر. این از این. بریم سراغ ایکس دو. میگم دو میذارم، دو به توان دو چهار، به اضافه دو دوتا چهار تا میشه هشتا، به اضافه دو میشه ده تا. بچه ها من ایکس دو من به دست آوردم ده متر. زمان دارم، مکان دارم، سرعت متوسط به دست بیارم. زمان و مکان ثانویه منای اولیه. بچه ها شما میدونید دلتا ایکس یعنی چی؟ فاطمه دمت گرم، زهرا مرسی دمتون گرم، دمتون گرم. دلتای هر چیزی یعنی دومیش منای اولیش، یعنی ده منهای دو. دلتای تی یعنی دو منهای صفر. هشت دوم یا چهار. هشت دوم یا چهار متر بر ثانیه. چهار متر بر ثانیه. بچه من رفتم سرعتش رو به دست آوردم چهار متر بر ثانیه. حالا بیام سراغ سرعت متوسط صفر تا سه ثانیه. به جاش اگر تی یکش صفر بذارم، صفر بذاریم، یه بار صفر رو گذاشیم، ایکس یکت به دست میاد دو متر. اگر سه بذارم، میگم تیه دوم سه باشه، میرم سه میذارم. دقت کن، سه به توان دو برسه میشه نه تا، به اضافه یه شیش پونزه تا، به اضافه یه دو هیفده تا. میام میگم ایکس دوم به دست میاد هیفده متر. دلتا ایکس یعنی ایکس دوی منهای ایکس یک، یعنی هیفده منهای دو پونزده تا، به روی سه منهای صفر سه تا، پنج سه تا میشه پونزه، سوم میشه 5 متر بر ثانیه. حالا ازت خواسته بود بری چیکار کنی؟ بری تقسیم کنی ببینی چند برابره. سرعت متوسط توی بازه زمانی 0 تا 2 ثانیه به دست اومد 4، توی بازه زمانی 0 تا 3 ثانیه به دست اومد 5. پس میشه نسبتشون 4 پنجم جواب گزینه 2. چطور بود؟ دم شما گرم، دمتون گرم، دمتون گرم، مرسی مرسی، دمتون گرم بچه ها، دمتون گرم که انقدر با انرژی این. کیف کردم، کیف کردم از اینکه کنار هم دیگه ایم. قراره تا پایان سال بتره کنیم. یه انرژی براتون میذارم بابت این انرژی خوبی که جلسه اول ازتون گرفتم، که هر کسی خواست سوال فیزیک حل کنه اولین نفر تو باشی کنارش، یعنی حداقل تایم ممکن بهترین نتیجه ممکن. خوب نگاه کن، سوال بعدی رو عمل کنیم. تست قدیمی کنکوره ولی بسیار آموزشیه این تست، بسیار این تست آموزشیه. خوب دقت کن به حل این تست. میگم در یک محور مکان متحرک در مدت 20 ثانیه از نقطه A به O و سپس در مدت 30 ثانیه، این 30 ثانیه است، در مدت 30 ثانیه
از نقطه A به نقطه B میرسه، سرعت متوسط در کل مسیر حرکت چقدره؟ بچه ها اول از همه نگاه کنید، من دونه دونه اینا رو تحلیل کنم. میگه در مدت 20 ثانیه از نقطه A به O میرسه. میگم در مدت 20 ثانیه از نقطه A به O میرسم. بچه ها چقدر مسافت طی کردم از نقطه A به O؟ جواب 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 همه جواب بدین، جواب بده ببینم. باریکالله باریکالله 300 تا. بریم سراغ تیکه بعدی. میگه بعد از O به B میرسم. اینم تیکه بعدی. بچه ها چقدر زمان برده؟ 30 ثانیه. چقدر مسافت طی کردم؟ 500 متر. بچه ها نگاه کنید، من از نقطه منفی ها حرکت کردم رفتم سمت مثبت ها. جواب منو بده، من تغییر جهت دادم؟ من تغییر جهت دادم؟ نه نه باریکلا، فقط دارم میرم سمت مثبت ها. بابا برم سمت مثبت ها نکته بهت گفتم، مسافت طی شده جا به جایت با هم برابره، سرعت متوسط و تندی متوسط با هم برابره، یعنی داری رو حرکت داری میکنی رو خط راست، یعنی داری رو محور ایکسا داری میری و بر نمیگردی. اوکی؟ خوب دقت کن ببینم. میگم از اونجایی که مسافت طی شده با جا به جایی با هم برابره، 300 تا صفر اومدم، رد پامو دنبال کردم، به اضافه 500 تا هم این بر اومدم، مجموعاً 800 متر. چرا این دوتا با هم برابر شد؟ چون حرکت روی خط راست اتفاق افتاده بود. چون حرکت روی خط راست بود. خب بریم تیکه بعدیشو بررسی کنیم. بهم گفته سرعت متوسط در کل مسیر. بچه ها کل مسیر حرکتم، کل مسیر حرکتم چند ثانیه طول کشیده؟ باریکلا، یعنی دلتا تی 50 ثانیه است. یعنی دلتا تی 50. میگم اگر بخوام برم سرعت به دست بیارم، یعنی دلتای ایکس میخوام به دلتای تی میخوام. دلتای ایکس هم که 800، دلتای تی که میخوام به دست بیارم 50. این با این ساده میشه. میگم 80 به روی 5 دارم، 80 به روی 5 دارم که به دست میاد 16 متر بر ثانیه. 16 متر بر ثانیه. بچه اوکیه؟ چه دخترایی؟ چه دختر پسرایی؟ نگاه کن ببینم. نگاه کن. بریم سراغ یه مطلبه. باحال، جذاب، پرتست، درست حسابی به نام نمودار مکان زمان. بریم ببینیم نمودار مکان زمان به چه دردمون میخوره، چی به دست میاریم ازش، چی میخواییم ازش. بچه ها نمودارها به وجود اومدن، نمودار مکان زمان، سرعت زمان، شتاب زمان. البته که تا ما به نمودار سرعت زمان برسیم زمان بره این قضیه. ما اینقدر تست از مکان زمان حل میکنیم که تو وقتی کتاب تست رو جلوت باز میکنی تستای مکان زمان میرسی با چشم حل کنی، با چشم حلشون کنی. خوب حواستو بده به من، خوب حواستو بده به من. ما نمودار رسم میکنیم که از نمودارامون یه سری اطلاعات بیرون بیاد. چه اطلاعاتی؟ مثلا نموداری که یه پایش بر حسب مکانه یعنی ایکس و یه پایش بر حسب زمانه یعنی تی، چه اطلاعاتی رو به من میده؟ مثلا نگاه کن بچه، من از این نقطه‌ای که نمودار شروع میشه شروع به حرکت کردم، از نقطه‌ای که این نمودار کشیده شروع به حرکت کردم. این منهای 5 چون رو محور ایکس ها قرار داره، یعنی مکان اولیه به من داده. این از این. چه اطلاعاتی میتونم دیگه به دست بیارم؟ مکان آخرم. میگم در لحظه 6 ثانیه توی مکان 2 متری قرار داشتم، این میشه مکان آخرم x2. نگاه کن، مثلا میتونم بگم در لحظه 4 ثانیه توی مکان 10 قرار داشتم، x4 ثانیه. پس من یه سری اطلاعات میتونم ازش به دست بیارم. چه اطلاعاتی؟ نمودار مکان زمان به من زمان مبدأ حرکت 1 2
زمان رسیدن، سه مکان اولیه، چهار مکان ثانویه یا مکان رسیدن. دیگه چه اطلاعاتی رو میتونم از دلش بیرون بیارم؟ خوب نگاه کن، مثلا اگر بهم میگفت توی بازه زمانی 0 تا 4 ثانیه برو سرعت به دست بیار، میگفتم باشه بابا کاری نداره که تو 0 تا 4 ثانیه بخوام سرعت به دست بیارم. میگم مکان اولی هم x1 بوده، مکان ثانوی هم 10 بوده، 10 منهای 5 میکنم، زمانم هم 4 ثانیه بوده، میرم سرعت به دست میارم. پس از دلش میشه سرعتم به دست آورد. دو تا راه داره سرعت که جلسه آینده دوتاشو حسابی با هم بررسی میکنیم. یه دونه از طریق فرمول و یه دونه از طریق بهت یاد میدم و یه دونه هم از طریق شیب بهت یاد میدم که میمونه انشالله جلسه آینده شیبمون. و 6 به همون سرعت لحظه‌ای هم میدهد. و 7 علامت شتاب. اینا رو ما باید دونه دونه یاد بگیریم، اینقدر تست حل کنم برات تا زمانی که این 6 تا رو یا 7 تا رو یاد گرفتی بریم سراغ سرعت زمان. اینقدر از سرعت زمان تست حل کنیم تا یاد بگیری کامل، تموم که شد، جمع و جور که شد، بریم شتاب زمان با هم یاد بگیریم. یه مشکل اساسی که تمام معلم ها دارن، شما ممکنه 90%شون 80%شون شما ممکنه الان سر کلاس دیگه ای هم نشسته باشی، معلم دیگه ای هم دیده باشی، درست میگم؟ بچه ها معلم ها متاسفانه از حرکت شناسی رو میان بر اساس مشتق گرفتن حل میکنن. مشتق یعنی چی؟ مشتق میگیرن، میان از معادلات مشتق میگیرن. مشتق میگیرن بچه ها؟ سر کلاسی نشستین که مشتق بگیرن؟ دیگه جواب بدین. عجب پس مشتق میگیرن. بچه ها من یه مطلبی رو بهتون بگم، با کمال احترام به معلمتون، هر بزرگواری که هست مشتق تستاش از 95 به بعد تحت هیچ شرایطی تو کنکور نیومد، چون مشتقی که به درد فیزیکمون میخورد در ریاضیاتتون حذف شد. از سال 95-96 به بعد یه دونه تست با مشتق نمیتونی حل کنی، همش باید بر اساس معادلات باشه با جوری که من بهت میگم. اون بزرگوار همون یه مدل رو احتمالاً بلد بودن. خوب دقت کن، میخوایم بریم با هم دیگه نکته رو بررسی کنیم. بچه ها یکی این، حواست باشه مسیر حرکت تو با شکل نمودارت اشتباه نگیری یا نگی بیای به من بگی نمودارم که نمودار منحنیه، پس من دارم حتما رو محور ایگرگ ها حرکت میکنم، دارم بالا پایین میرم. نه اصلا اینطوری نیست. بهت بعدن علت این منحنی بودن نمودار رو بهت میگم. دلیل نمیشه رو محور ایکس حرکت کنی، روی محور ایگرگ حرکت کنی. حرکتی که من یاد میگیرم نان استاپ روی محور ایکس داره اتفاق میفته. پس من چیزی که یاد میگیرم اینه که حرکتم روی محور ایکس است و شکل منحنی نمودار رو نیام با این اشتباه بگیرم که حتما داره جور دیگه اتفاق میفته. نه آقا، این نموداره یه جایی از مسیر من داشتم حرکت میکردم داره مسیر من نشون میده. من یه جایی از مسیر سرعتم صفر شده، برگشتم، یه بار داشتم به سمت مثبت ها میرفتم، حالا دارم به سمت منفی ها میام، اینا رو داره به من نشون میده. پس منحنی بودن نمودار تو یه وقت اشتباه نگیری با این قضیه که حتما حرکتت روی محور ایکس نیست. الزاماً قطعاً حتماً حرکتت رو محور ایکس است. خوب نگاه کن، بریم چند تای اول اینو حل کنیم با هم. میگه نمودار مکان زمان زیر برای متحرکیه که در راستای محور ایکس سر حرکت، در راستای محور ایکس یعنی به سمت مثبت ها. از این به بعد اگر جایی دیدی بهت گفت در راستای محور ایکس حرکت میکند، یعنی به سمت مثبت محورها حرکت میکند. بچه ها خیالتون راحت باشه، ما مشتق نمیگیریم، حواستون به درس باشه. ما اصلا تحت هیچ شرایطی یه دونه تست با مشتق برات حل نمیکنم. خوب نگاه کن، خوب دقت کن. به من گفته در کدام بازه زمانی متحرک در جهت محور ایکس حرکت میکنه. بچه ها
کلماتو دارم میگم، پر نکته است این سوال، آموزشی ترین سوال قسمت مکان زمانه. میگه در جهت محور ایکس حرکت میکنه، یعنی به سمت مثبت ها، به سمت مثبت ها در حرکته. بچه ها بیایم تو نمودارمون، به سمت مثبت ها در حرکته. من یه بار میگم این قسمت نمودار که دارم وسط رنگ میزنم، این قسمت به سمت مثبت ها در حرکت بوده، دیگه جای دیگر رو نمیبینم به سمت مثبت ها در حرکت باشه. پس میگم از بازه زمانی 0 تا 8 ثانیه در جهت مثبت محور حرکت میکرده. به سمت مثبت محور یعنی چی حرکت میکرده؟ یعنی من توی این بازه زمانی مشخصم، توی این بازه زمانی مشخصم، مکانم به سمت مثبت ها زیاد شده، مکانم به سمت مثبت ها زیاد شده، از 0 شروع کرده، مکانم رسیده به 40، به سمت مثبت ها زیاد شده. میگه در کدام بازه زمانی متحرک در خلاف جهت حرکت میکنه؟ خلاف جهت یعنی به سمت منفی ها. به سمت منفی ها در کدام بازه زمانی حرکت میکنه؟ میگم این آبیه که دارم بهت میکشم در خلاف جهت داره حرکت میکنه. خلاف جهت یعنی از اینجا تا اینجا، از بازه زمانی 12 تا 14 ثانیه. بریم قسمت بعدی و دوباره برگردیم تو نمودار. میگه در کدام بازه زمانی متحرک متوقف بوده؟ یادت باشه از این به بعد توقف یعنی سرعت وی برابر است با 0. هر جا شنیدی توقف یعنی سرعتم 0ه. متحرک در زمانی که متوقف بوده یعنی سرعتی 0 بوده. بچه حواست باشه، توقف یعنی سرعت 0، یعنی مکان متحرک تغییر نکنه، یعنی مکان متحرک تغییر نکند. مکان متحرک تغییر نکنه، بریم ببینیم کجا مکان متحرک من تغییر نکرده. میگم من مکان متحرکم این سبز است، مکان متحرکم یه بار توی اینجا تغییر نکرده، مکانش نه زیاد شده نه کم شده، یه بارم توی این قسمت نه زیاد شده نه کم شده. پس میگم توی بازه زمانی 8 تا بازه زمانی 12 و بازه زمانی 14 تا بازه زمانی 18 مکان متحرک تغییر نکرده. همینو بنویسیم. میگم توی بازه زمانی 8 تا 12 و بازه زمانی 14 تا 18، بازه زمانی 14 تا 18. بعد یه دونه دیگه هم حل کنیم، کلاسمون رو اینجا ببندیم دیگه، انشالله بقیهش میمونه واسه هفته بعدی. میگه در کدام بازه زمانی فاصله متحرک از مبدأ بیشترین مقدار خودش بوده؟ بچه ها فاصله از مبدأ بیشترین مقدار یعنی بیشترین فاصله، بیشترین متر، بیشترین متراژ، بیشترین مکان متحرک نسبت به مکان اولیش. مکان اولیش 0 بوده، بیشترین مکانش توی کدوم قسمت بوده؟ توی 40 متری بوده بیشترین مکانش. بچه ها تو کدوم بازه زمانی تو 40 متر قرار داشته؟ توی این قسمت بازه زمانی، یعنی 8 تا 12 ثانیه که متوقف هم بوده توی بیشترین مقدارش بوده. بچه ها تا اینجا کسی مشکلی نداره؟ مشکلی نیست؟ مشکل نیست، مشکل نیست. به شدت خوشحالم از اینکه در خدمتون بودم امروز. بچه ها چند نفر ما کرج اینجا داریمشون کلاس آنلاین؟ کرج داریم کسی رو؟ بچه هایی که از کرج مهمونمان و اطراف محدوده گوهردشت و گوهردشتن، ما کلاس های حضوری هم توی آموزشگاه نسیم پویش برگزار میشه، میتونید کلاس های حضوریمون هم شرکت کنید. بچه هایی که گوهردشتن، اطراف گوهردشت، کرجن، میتونن بیان، مسیر رو میتونن تحمل کنن، شرایطشون خوبه، ما میتونیم کلاس حضوری برگزار کنیم واسه شون. حتما با آموزشگاه هماهنگ بشید، با آموزشگاه تماس بگیرید، کمکتون میکنن، بهتون راهنمایی میکنن. بچهای دیگه هیچ فرقی، من اینم بهتون بگم، ما هیچ فرقی بین کلاس آنلاین و حضوریمون نداریم تحت هیچ شرایطی. همین چیزی که دیدی امروز تا آخرین لحظه کلاسمون، تا شب کنکور ادامه داره. من تا شب کنکور همین مدلی به تو درس میدم، تحت هیچ شرایطی سر سوزن تغییرات نداریم، همین شکلی که هست. من فقط یه نکته ای رو بهتون بگم، یه موضوعی رو بهتون بگم. من همیشه یاد گرفتم
برای اهدافم، برای خواسته هام، برای نظرم، برای چیزی که جلوی چشمه و میخوام بهش برسم، به هر روشی که شده، به هر روشی که شده بدون دغدغه، با دغدغه بهش فکر کنم، تلاش کنم، نتیجه هم گرفتم. من اگر تمام چیزهایی که دارم و همین الان از دست بدم، یک سال بعد دوباره همه اینا رو به دست میارم، چون من عاشق اینم که دنبال هدفم بودم، دنبال اهدافتون، دنبال چیزهایی که، دنبال اون آرزوهایی که 5 دقیقه قبل خواب بهش فکر میکنید، دنبال تمام اینا بدوید، شما موفق خواهید شد. من قبلنم گفتم، سر کلاس ها میگم، گفتم مگه میشه تا حالا دیدید یه گوسفند آرزو کنه رئیس دانشگاه بشه؟ اگر چیزی رو آرزو میکنی، اگر چیزی رو آرزو میکنی، مطمئن باش توانایی رسیدن به اونو داری. اگر هر چیزی رو آرزو کردی توانایی رسیدن بهش داری، به شرط اینکه قرص و محکم وایسی. مثل سال 95 سازمان سنجش به یه نفر زنگ زد گفت سلام علیکم، شما جز نفرات برتر ما هستید. گفت بله، خب که چی؟ گفت شما بین 1 تا 10 کنکورید، به نظرتون رتبتون چند شده؟ گفت 1. گفت آقا بین 1 تا 10 کنکور دارم من میگم. گفت 1. من برای نفر 2 کنکور شدن تلاش نکردم، من برای نفر 1 کنکور شدن تلاش کردم. رقیبتون اونی نیست که توی مدرسه بغل دست میشینه، رقیبتون اونی که تو سیستان و بلوچستان نشسته لب مرز بدون کتاب و دفتر داره درس میخونه. مراقب آرزوها، اهداف و تمام خواستهاتون باشین، مراقب تمام اینا باشین. یادتون نره به شدت و عدت، به همین اندازه که سر کلاسم نشستی دوست دارم، یه نظر بدین راجع به کلاسمون، کلاسمون چطور بود. خدا رو شکر. بچه ها هفته دیگر رو از دست ندین، هفته دیگر رو از دست ندین. یادتون نره به شدت و عدت دوستتون دارم. خسته نباشین. خدا قوت.